چطورید؟ من فردیکسرم و خیلی خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از فود چلنج. این سری اومدیم با ساندویچ های تات ایجیپشن. عزیز دلم اینا ساندویچ های مصری واسهت گرفتم. چقدر کوچولو موچولو ولی پرپیمونه. ببین همه چی ساندویچ میگو، مرغ، برگر، فلافل، هر چی که فکرشو بکنی. ولی خیلی بو عطر خوبی داره. 10 تا گرفتم واسه. آره عزیزم. بچه‌ها اونایی که استاد ساندویچ خوریان تو کامنت ها بنویسید رکورد ساندویچ خوردنتون چند تا. تو حالا رکورد چند تا سالا ساندویچ این شکلی؟ من شده یه دونه از اون چی بود؟ اتاویچ هست ساندویچ گنده هاش یا اون اژدرزاپاتا از اونا زدم. خیلی تا نصف نمیدونم اینا به نظر سبک‌تر میاد. فکر میکنم این سری بتونی مقام و تاج مسابقات فود چلنج ساندویچی از آن خودت بکنی. قربونت برم. بچه‌ها 12 دقیقه اینجا براتون همین الان میاد. آماده باشید بریم واسه مرحله اول که نوشابه ریزی از دلم. لیواناتون رو بیارید بچه‌ها. فود چلنج نرفته بودیم دلم تنگ شده. به به بچه‌ها درخواست داشتن زیاد. بچه‌های ساندویچ خور کلا ساندویچ غذای خیلی خیلی دوست داشتنیه، به خصوص اگه با نون باگت تر و تازه باشه. اصلا بهترینه. ساندویچ من واقعا دوست دارم و همیشه یه وعده دور نشدنیه. نوشابه‌های تو زیاده؟ یعنی چی زیاده؟ من لیوانم گنده است. به هر حال باید یه فرق بین لیوان من و لیوان تو باشه دیگه. اصلا اگه نوشابه نبود بچه ها هیچ کدوم از این چلنج ها رو نمیشد گرفت. اوکی آقا بریم. 1 5 4 3 2 1. وای خوشمزه. مگه مصری ها هموس میخورن؟ من فکرم لبنانی هموس. اصلا کلن هموس مال اون منطقه است. چه سس خفنی داره واقعا. تو خونه فقط ساندویچ سوسیس میچسب و کالباس. نه نه اگه ساندویچ خونگی باشه. من یادم میاد بهترین ساندویچی که من توی ایران میخوردم اژدر بود. واقعا اژدر خفنه. درسته یه سری ایراد میگیرن که آقا چرا همه یه گوشت و سوسیس و کالباس و همه چینجی با بیل میریزن تو، ولی میزدی یه دونه کاملشو. آره بابا یه دونه قبول ساندویچ آخر. تهران یه جای خاصی هست. مثلا من یادم فریکسیف خیلی خوب بود. آفتم کردی؟ من یه دونه فریکسیف زدی؟ اون خیلی خفن بود. یه چند تا دونه هم توی بچه تجریش تو خیابون تجریش چند تا ساندویچی هست. ساندویچ کثیف میفروشن. آفرین. اسمش چیه بچه؟ من اصلا ساندویچ تمیز دوست ندارم. به نظرم فقط ساندویچ کثیف خوشم. الان کثیفه تمیزه. اینم یه جورای کثیفه. ولی مثلا این ساندویچ تمیزایی که تو رستوران ها سرو میکنن من یه چیزی که خیلی دوست داشتم و جدیداً یکم ازش زده شدم هایداست. اونم به خاطر اینکه اون هایدایی که تو ایران هست اینجا نیست. واقعا دلم تنگ شده و احساس میکنم دیگه هیچ هایدایی مثل اون هایدای اون موقع نمیشه. این روز دومی هایدای تورنتو خوشمزه بود ولی سسش اصلا اون سس هایدای ایران نبود. اشکال نداره من بخورم. من عزیزم تو هر زری اینا رو نمیخوری میگه اشکال نداره. من میگم نه نمیخوام فلافل بزنم. اوه چه توفاله. فقط توی این توی اهواز توی لشکرآباد ساندویچ فلافل میفروشن. بگو چقدر؟ چقدر؟ 1000 تومن. الان هم میفروشن؟ آره. میری هر چقدر دلت خواست فلافل میذاری، بعد هر چقدر دلت خواست مواد میذاری، اصلا 3 تا نونم میذاری، کلا 1000 تومن میدی میای بیرون. خوشمزه ترین فلافلا رو داره. خودش هم متخصص فلافل. نه خوردی اصلا نمیدونی چی میگم. چرا؟ فلافل های لشکرآباد عالیه. یه فلافل دیگه هم هستش معروفه. اون چیه؟ فلافل چی؟ بنویسید بچه ها این برنده ها اسماشونه با ما بنویسید. من یادم میاد تهران این ساندویچ اژدر یه دونه داشت قول مرحله آخر، اونو 8 نفری میخوردن. بعد جایزه میذاشتن توی این رستوران. مثلا تو اگه اینو بهتون بخوری 5 میلیون تومان مثلا به جایزه میدیم. ولی اشام اینا جزمون هم سوسول بازیه در مقابل اونا. من هم بخاطر اینکه جایزه نمیذاری انگیزم پایینه واسه تموم کردم. اشان میذاری؟ جایزه 100 دلار. اگه بتونی بیشتر هم بخوری 100 دلار. نمیدیم. تو اگه تونستی 5 تا بخوری تمومه. برابر با من بشی من برابر. اگه یه ساندویچ رو بخوای تا آخر اون بخوری چه ساندویچیه؟ سخت شد. من آدم شکمونی هم. در حال حاضر همین الان مکدونالد چیکن برگر. اون ساندویچ حساب میشه؟ برگر حساب میشه. چیکن برگر حساب میشه. نه ساندویچ. من ببین هایده چیکن مخصوص تا آخر اون میخورم. اژدر هات داگشو با پنیر.
شما چی؟ بگید بچه ها تو کامنت ها با همین ویدیویی که دارید میبینید بچه ها هاتداگ هم بزنید، ساندویچ بزنید، برگر بیارید، ولی در از اگه تونستید ساندویچ درست کنید بیارید با هم بزنید. ساندویچ کتلت و کوکو سبزی هم خیلی حال میده. حالا مامان من فن دو آتیشه ساندویچ مغزو زبونه، ولی من خیلی دوست ندارم، ولی چربه. مامانم خیلی دوست داره. ساندویچ جیگر هم خوردی تا حالا؟ من دوتا. من اصلا جیگر دوست ندارم. ساندویچ کباب کوبیده خوردی تا حالا؟ بهترینه. با جعفری، با جعفری زیاد و پیاز. حالا بدم یه تست همسرشناسی. من چی تو ساندویچ دوست ندارم معمولا؟ چه آیتمیو مثلا حس میکنم؟ من راجع به خودم من خودم هاشم خیارشور دوست نه تو گوجه دوست نهری من خیارشور دوست نهری؟ چه طالبم نگفتی بس؟ نمیدونستی؟ بایی خیارشور جدا دوست دارم اون باریکاشو، ولی این درشته که تو ساندویچ هم نمیخورم. دقیقا اینه تو؟ من واقعا اصلا متنفرم از خیارشور تو ساندویچ، همیشه جدا میکردم، همیشه. من دوستم، ولی قارچ و پنیر. من یه دوره یادم میاد بچه که بودم از قارچ زده شدم، چون یه بار خوردم مسموم شدم و بعد نزدیک مثلا از سن 6 سالگیم تا 14 سالگیم قارچ نخوردم و بعد دوباره شروع کردم قارچ خوردن و بعد یه دوره 3-4 ساله انقدر قارچ میخوردم، قارچ و پنیر، معده درد میشدم. میدونی که خیلی پنیر پیتزا بده اگه هر روز بخوری. ببین من دو تا ساندویچ عجیب غریب خوردم، این اصلا فکر کنم نه اختاپوس بود، هشبا بود، نه میگوه، نه ترشه، آها چیزه، ساندویچ گل کلمه. منم اینو خوردم آخه اون اول. دوست داشتی؟ چقدر بدمزه بود. با تمامش کنی نمیتونی نخوری، حرف میشه. خب من دوتا نصفی رو حساب کردم. نه این چیه؟ بس من از این چیکارا نذارم. من رفتم سومی. من سومی. اینا رو آخرش میخورم اگه فکر کردی که در حق بدش حاف شده. اوکی آقا من سومی دارم. آقا 4 دقیقه و نیم مونده بودو سریع. لیمو برای چی گذاشته؟ لیمو برای چی گذاشته؟ اینا کن. تو ساندویچ لیمو داره. راست میگه. ولی ساندویچ اول صبح که میبردم مدرسه همیشه نونپای گوجه بود. ساندویچ نونپای گوجه میبردم تو مدرسه میفروختم. باورت میشه؟ مامان من یه ساندویچ نونپای درست میکرد رویایی. واقعا؟ به جای اینکه شیر کنی میفروختی؟ الان بهت میگم چی میشد. یه پسره بود بچه پولدار بود تو کلاسمون. آقا من شد سه تا. این به من یه بار من بهش تعارف کردم خورد. بعد گفت یه شه خوشمزه است، تو رو قرآن واسه من فردا یه دونه بیا. بعد مامانم گفتم دوستم خیلی خوشش اومده، مامانم گفت خب بیا براش درست بکنم مثلا ببرم. من بردم مدرسه، یه بار بهش دادم، دو بار بهش دادم، سه بار بهش دادم، زیر دهنش مزه کرد. بعد دفعه چهارم پنجم دیگه دیدم آقا نمیشه من هر سری دو ساندویچ ببرم دیگه، این میگه آقا من به پول میدم. من دیگه میرفتم داشتم خودم نون اضافه میخریدم با پنیر و اینا واسهش درست میکردم، هر ساندویچ رو 5000 تومان هر روز میفروختم و با 5000 تومان کارو کاسبی رو 5-6 تا چیپس میشد خرید. آه بچه چرا مامان خودش واسهش درست نمیکرد؟ نمیدونم مامان خودش عزیز دلم شاید شاغل بوده. مامان من عزیز دلم شاغل بود، ولی اون نون پنیری که من چیز آها یادم اومد، من پنیره رو نمیگفتم بهش چه پنیریه. آقا من سه تا برم واسه شاغلی. راز راتاتویله. ولی همیشه خوردن این تغذیه دوستا و اینا خیلی عادنه. من همیشه ولی اون کسی بودم که تغذیه‌مو می‌خوردم بچه ها. من هم تا این کسی نبودم که برم تغذیه کسی رو بگیرم. ولی مثلا تغذیه اصلیم همون ساندویچ نونپای گوجه و نارنگی زیر میز اینجوری پوست میکرد. وای پاییز که میشه بچه ها تو مدارس خوش به حالتون. اینجا بچه ها ما خیلی وقت به نار اصلا دقیقا آخرین باری که نارنگی خوردیم ما هم شمالی بود نارنگی درست حسابی. تو ایران پوستشو میکندی کل اتاق بوی نارنگی میگرفت. اینجا هم هست ولی کلا کیفیت میوهاشون خیلی پایینه. بچه من سومی دیگه نمیتونم اینو تموم کنم. چجوری میری چهارمی خیلی سری میخوری؟ دو دقیقه مونده. این میگوه خیلی خوشمزه است. میگه باید فرق بین من تو باشه. خب یه بارم به من یه آوانس بده واسه ببرم. باش آقا تو اونو بخور تموم کن. نه نمیخوام با آوانس دارم میبرم بچه. الان اینو خوردم بعدش اینو میخورم. این ترکیب ولی خیلی دوست داشتم ساندویچ میگو رو. عجیب بود. ببین ولی چند وقت پیش توی اینستا یه تبلیغ دیدم توی این بازار تهران، این نون لواشو پهن میکنه بس سس گوجه میریزه، گوجه پخته شده رو، خب بعد کوبیده میذاره وسطش، بعد کوبیده، بعد پیاز جعفری، بعد اینو رول میکنه داغ داغ میده. اصلا ببین طرات میریزه. میدونیم که اونایی که خوردی اونا رو واقعا خیلی هم اینستا دیدم خوشمزه نیست.
به خدا اصلا انقدر سسش خیس میکنه، ساندویچ خیس بهش میگن. این کسایی که بچه ها میرن توی اینستا میرید تو ریلز و اینا غذای نگاه میکنید هر شب واسهتون ساجست میشه. من یک سال از زندگیمو اوایلی که استریمو شروع کرده بودم معده درد بودم، چون شبا همش هر شب اینا ساجست میشد، من اینا رو میدیدم گشنم میشد ولی غذا خورده بودم. حالا میخوردی مثلا ساعت 2 میرفتم واسه خودم ساندویچ هات داگ پنیر میزدم. بس تو الان نتونستی اینو تموم کنی. 3 تا 3 3 این برابری باختی، نمیتونی اینو تموم کنی. نمیتونی اینو الان اسمم ستانسی من خوردم. وای چی چی داری میخوری؟ من بچه واقعا دارم میترکم دومه میگو رو نیا کنم. آقا بازم من باختم، ولی بچه اسمش فود چلنجه دیگه. همین که شرکت میکنم و پا به پای فرهاد ساندویچ میزنم، واقعا من باید مدال افتخاری به هم بده فرهاد. ولی خب هی خوش رو برم داره لام یه هر قسمت. ببین ولی این سری، این سری خیلی با من نزدیک و پا یا پای پیش اومده. این سری واسه اولین بار میخوام قوانین فود چلنج رو زیر پا بگذارم و تاج تک نفره، نه تاج دو نفره، تاج دو نفره رو نه دو تا تاج مجزاست. یک دو سه دو علت تاج بر روی سر این دو بازیکن ایکس فامیلی میشه و برندگان مسابقات فود چلنج و ساندویچی میشه. دیگه همین دیگه عشقم. تو لیلی من مجنون، نداری من دلخون، ز غرمه شب ها نداری من بیرون. پاشیم بریم پیاده روی، پاشیم بریم شنا کنیم عشقم. بچه اصلا گول ظاهر اینا رو نخورید، نون باگت سنگی. بعد این مصری ها چقدر سس و پنیر و هوموس و یعنی هرچی دستشون اومده بود ریختن. بعد این نوناش هم توشو خالی نکرده، ادویه باز شدیدن قشنگ. آره ادویهش زد بالا. فلافلشون اصلا مزه فلافلای تو ایران نمیده. نخوردم فلافل، فرق داره. فکرم فلافل مصری یه ذره کلن ادویهاش هم متفاوته. اصلا قبول داری زردچوبه خیلی زیاد بود تو غذاشون؟ آره ولی باحال بود، باحال بود، تجربه جالبی بود. حالا آقا دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. توی کامنت ها حتما بنویسید که رکورد ساندویچ خوردنتون چیه، چند تا زدید، دقیقا ساندویچ مورد علاقتون چیه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. کلی دوست دارم، خودتون باشید و تا ویدیو بعدی. بلا خدافظ.